اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. هفته صبح تهران. خانم آقایان سلام، صبح همه شما شنوندگان عزیز بخیر. من علی همدانی هستم. این چشم‌انداز بامدادی بی بی سی است. بسیار خوش آمدید در برنامه امروز صبح. همدلی غریبه ها، همسایه های تهرانی به سیم آخر زدن. میشنویم که چطور شهروندان برخی نقاط تهران شب گذشته با پخش موسیقی و رقص از پشت پنجره ها به کرونا نگفتند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران باز هم بالا رفته. شمار قربانیان هم ایتالیا اما وخیم ترین نقطه جهان است. آمریکا هم برای مقابله با تب و لرز اقتصاد این کشور بر اثر کرونا تدابیر تازه ای اندیشیده. به ابعاد گسترده این بحران جهانی خواهیم پرداخت، از اقتصاد گرفته تا تب و تاب در اجتماع. میپرسیم روزی که کرونا برود چه برای ما، برای بشریت باقی خواهد ماند؟ همه پس از مشروع خبرها از طریق کانال برنامه نیما جوش شود. سلام و صبحتون بخیر. مقامات رسمی ایتالیا و اسپانیا از افزایش شدید مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در روزهای شنبه و یک شنبه خبر می‌دهند. در ایتالیا تنها ظرف 24 ساعت 368 نفر جان خود را از دست دادند و شمار قربانیان کرونا در اسپانیا به 288 نفر رسیده. آلمان برای مقابله با کووید 19 قرار است امروز مرزهایش را با اتریش، فرانسه و سوئیس ببندد و در فرانسه ترس از این بیماری کمترین میزان مشارکت ثبت شده در انتخابات محلی را رقم زد. دولت ایران میگوید به اقشار کم درآمد و کسانی که به دلیل شیوع ویروس کرونا ضرر کردند کمک مالی بلاعوض خواهد کرد. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه: 1 میلیون نفرند که ما بر اساس بود خانوار امروز تصمیم گرفتیم که به هر یک از اینها از 200,000 تا 600,000 تومان در 4 مرحله به صورت بلاعوض، به صورت یک بسته حمایتی ویژه که ناشی از شرایط ویژه کرونا هست پرداخت بکنیم. بر اساس آخرین آمار رسمی وزارت بهداشت، تعداد مبتلایان به کووید 19 در ایران به 13,938 نفر رسیده و تاکنون 724 نفر جان خود را از دست دادند. بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با تبعات اقتصادی گسترش ویروس کرونا نرخ پایه بهره بانکی را در این کشور به نزدیک صفر رسانده و از یک بسته محرک‌های اقتصادی به ارزش 700 میلیارد دلار خبر داده است. رئیس جمهوری آمریکا از این اقدام بانک مرکزی ایالات متحده استقبال کرده. بانک مرکزی آمریکا 2 هفته پیش هم نرخ بهره بانکی را به اندازه 0.5% کاهش داده بود. خشایار جنیدی از واشنگتن گزارش می‌دهد. بر اساس بیانیه بانک مرکزی آمریکا، نرخ بهره در این کشور به محدوده 0 تا 0.25% کاهش یافته. از سوی دیگر، بانک مرکزی آمریکا از خریداری اوراق قرضه با هدف تزریق نقدینگی به بازار خبر داده. این کار در هماهنگی با بریتانیا، ژاپن، منطقه یورو و سوئیس با هدف مقابله با تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا صورت گرفته. و رئیس جمهوری اسرائیل قرار است روز دوشنبه از بنی گانتس، رقیب بنیامین نتانیاهو، بخواهد دولت جدید این کشور را تشکیل دهد. مأموریت تشکیل دولت پس از آن به آقای گانتس داده می شود که بنیامین نتانیاهو در این کار شکست خورد. حزب لیکود به رهبری آقای نتانیاهو پس از برگزاری 2 انتخابات در سال گذشته نتوانست به اکثریت دست پیدا کند. صبح 26مین روز از اسفند، همه شما شنوندگان عزیز بخیر. در این آخرین دوشنبه سال 98، تنها 3 روز مانده به نوروز، به سال نو و بهار، به همه شما سلام میکنم. امیدوارم که حال احوالتون خوبه. علی همدانی هستم. کار خودمون رو مانند همه 362 روز پر خبر گذشته با گزارش‌های خبری مرتبط با بحران کرونا آغاز کنیم. مصیبتی جهانگیر. هوا انقدر پس است که بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با تبعات اقتصادی گسترش ویروس کرونا نرخ پایه بهره بانکی را در این کشور به نزدیک صفر رسانده و از یک بسته محرک اقتصادی به ارزش 700 میلیارد دلار خبر داده. این کار در هماهنگی با بریتانیا، ژاپن، منطقه یورو و سوئیس صورت گرفته. روز گذشته در بسیاری از نقاط آمریکا مراسم نیایش برگزار شد، نیایشی که برخلاف همه یک شنبه ها نه با حضور در کلیسا که از ترس کرونا
آنلاین برگزار شد. با خشایار جنیدی صحبت بکنیم، خبرنگار ما از واشنگتن. خشایار، از تازه ترین خبرهای مرتبط با بحران کرونا در آمریکا بگو که میبینم که همه چیز رو حتی کارزارهای انتخاباتی رو هم تحت تاثیر قرار داده. همینطور هست. ابتدا اشاره کنم به کاری که بانک مرکزی آمریکا انجام داد در کاهش بی‌سابقه نرخ بهره. دومین بار هست از ابتدای ماه مارس در دو هفته گذشته که نرخ بهره رو کاهش میده. الان نرخ بهره رو رسونده به فاصله بین 0 تا 25 درصد که نسبت از زمان بحران اقتصادی سال 2008 به این ور خیلی بی‌سابقه هست و آقای ترامپ هم استقبال کرده از این اقدام بانک مرکزی آمریکا. علاوه بر این، بانک مرکزی اعلام کرده که اقدام به خریداری اوراق قرضه میکنه با هدف تزریق پول به بازار که کمک کنه یک مقدار تحرک ایجاد بشه. هم شرکت‌های بزرگ مثل شرکت‌های هواپیمایی و هم کسب و کارهای کوچک دچار مشکلات اقتصادی هستند، در کنار مردمی که در تبعات اون دچار مشکل شدند. بحث ویروس کرونا و نحوه مدیریت اون بحث مهمی بود که امشب شب گذشته یک شنبه شب در مناظره‌ای که بین دو داوطلب پیشتاز نامزدی حزب دموکرات یعنی جو بایدن و برنی سندرز برگزار شد، در اون بسیار مطرح شد و هر دوی اینها انتقاد بسیار شدیدی داشتن از نحوه‌ای که آقای ترامپ این مسئله رو مدیریت کرده. آقای بایدن صحبت از این می‌کرد که باید آزمایش‌های مربوط به تست کرونا رو به طور وسیع‌تری در سطح آمریکا و به صورت رایگان انجام بدن و خواستار این شد که ارتش هم برای استفاده از امکاناتش وارد عمل بشه. آقای سندرز از سوی دیگر صحبت از این میکرد که وقتی در مورد کرونا داریم صحبت میکنیم، آقای ترامپ بهتر هست که به گفته او ساکت بشه، بگذاره متخصصان صحبت کنن و اینکه باید راستش رو به مردم گفت و اینکه حقیقت رو کتمان نکرد. به هر حال بحث کرونا، ویروس کرونا و گسترش اون در آمریکا بحث بسیار مهمی هست. تعداد درگذشتگان این بیماری دست کم به 68 نفر رسیده و تعداد افرادی که مبتلا هستند بر اساس آخرین آمانی که منتشر شده به دست کم 3668 نفر رسیده. ایالت‌های مختلف در آمریکا دارن تمهیدات مختلفی رو در نظر می‌گیرن، از جمله که در اوهایو و ایلینوی اعلام شد که رستوران‌ها و بارها تعطیل هستن از امشب و فقط برای دادن غذا به بیرون میتونن فعالیت کنن. در نیویورک هم اعلام شده که این اتفاق خواهد افتاد از سه‌شنبه و رستوران ها تنها مجاز به فروش غذا برای بردن به بیرون از رستوران هستند. مرکز در نیویورک، همچنین در شهر نیویورک اعلام شد که مدارس تعطیل خواهند بود، موضوعی که شهردار نیویورک تا به امروز مقاومت میکرد در برابرش. اما مرکز کنترل بیماری ها در آمریکا خواستار این شده که تجمعاتی که بالای 50 نفر هستند برگزار نشند. کاری که در نیویورک داره اتفاق میفته، اعلام شده که کنسرت ها، تئاتر ها، سینما ها رو فعلا تعطیل کردن به این امید که این دوران بگذره و همه گیری رو بتونن کنترل کنن. چه شهر عجیب و غریبی خواهد بود مثلا نیویورک بدون رستوران هاش. داشتم فکر میکردم وقتی بدون تئاتراش، بدون هیچ چیز اصلا، یعنی زندگی شبانه وجود نخواهد داشت. روز گذشته ایتالیا هم شاهد یکی از سخت‌ترین روزهای خودش بوده. از اروپا هم برامون بگو. اروپا در حال حاضر به گفته سازمان بهداشت جهانی تبدیل شده به کانون انتشار ویروس کرونا. زمانی چین بود ولی الان از چین منتقل شده به اروپا و روز گذشته یعنی یک شنبه اتحادیه اروپا بالاترین میزان مرگ و میر ناشی از کرونا را داشته. متاسفانه اعلام شده در ایتالیا تنها در 24 ساعت 368 نفر در اثر کرونا جانشون را از دست دادن که به این ترتیب تعداد درگذشتگان این بیماری در ایتالیا به 1809 نفر میرسه. در اسپانیا 97 نفر جانشون رو از دست دادن، در فرانسه 29 نفر و اینها فقط مربوط به روز یک شنبه هست. تمهیدات مختلفی در بین کشورهای اروپایی در حال انجام هست. شاهد این هستیم که مرزهای بیشتری در اروپا به خصوص منطقه شنگن دارن بسته میشن. آلمان اعلام کرده که مرزهای خودش با بعضی از همسایگانش مانند فرانسه رو میبنده، یا اینکه پرتغال اعلام کرده که مرزهاش با اسپانیا رو داره میبنده. اتریش اعلام کرده که تجمع بیشتر از 5 نفر ممنوع هست و همه اینها تمهیداتی هست که
برای سالهای بسیار طولانی در اروپا بی سابقه بوده. اما اشاره هم میکنم به کره جنوبی، کشوری که در کنار ایران و ایتالیا یکی از کشورهایی بود که گسترش بسیار شدیدی داشت این ویروس کرونا در روزها و هفته های گذشته. مقام های کره جنوبی اعلام میکنند که رشد این بیماری در این کشور کند شده و تعداد افرادی که دارن به صورت مبتلا میشن در حال کاهش است. روز یکشنبه صحبت از این شد که حدود 70 نفر مبتلا شده بودند که نسبت به قبل خیلی کمتر هست. تعداد کل مبتلایان در این کشور به 8236 نفر رسیده بر اساس آخرین آمار. و این رو هم اشاره کنم در آمریکای جنوبی هم نگرانی ها وجود داره. پرو اعلام کرده که مرزهاشو میبنده. تدابیر مشابهی در کشورهای مانند آرژانتین و پاراگوئه هم صورت گرفته. سپاسگزارم خشایار. اینجا در بریتانیا مقامات بهداشتی دیروز در رسانه‌ها ظاهر شدند، از جمله گفتند که به زودی ممکنه افراد بالای 70 سال برای ماها خانه نشین شوند. انتقادها به روند بسیار کند واکنش در برابر شیوع ویروس در بریتانیا ادامه داره. شمار قربانیان 21 نفر و شمار مبتلایان از 1400 نفر گذشته. دولت گفته که از امروز دوشنبه هر روز کابینه از جمله شخص نخست وزیر در کنفرانس های خبری مردم رو در جریان آخرین خبرهای مرتبط با شیوع ویروس کرونا قرار میده. اما به ایران بریم، به پایتختش تهران. دیشب از تهران گزارش رسیده که شهروندان چند روز مانده به نوروز در بحرانی ترین روزها به قول حافظ شیرازی فلک را سقف بشکافتند و طرحی نو در انداختند. صدای جشن و پایکوبی از پنجره خانه های شهرک اکباتان در غرب تهران. شهروندان اکباتانی در یک قرار اینستاگرامی با پخش موسیقی به جشن و پایکوبی از پنجره خانه ها پرداختند. در روزهای بیم و هراس از کرونا مانند ایتالیایی ها، اقدامی که به گفته این شهروندان هم به پیشواز رفتن بهار است و هم مهار روزهای پر التهاب. در گوشه دیگری از همین شهرک شهروندان سرود ای ایران را از پنجره ها خواندند، اقدامی که شاید به مذاق حاکمیت خوش نیاید. شادی دست جمعی شب گذشته تهرانی ها در ادامه خبر شیوع گسترده کرونا در ایران، خانه نشین شدن بسیاری و افزایش شمار قربانیان ادامه دارد. بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران، تعداد ایرانیان مبتلا شده به بیماری کووید 19 به 13938 نفر رسیده و تعداد افرادی که جان خود را در اثر ابتلا از دست دادن هم به 724 نفر. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. جلسه مشترک ستاد اقتصادی دولت و فعالان اقتصادی، نتیجه اینکه به گفته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خبری از قرنطینه نخواهد بود. اینکه شایع شده که در تهران یا در بعضی از شهرها برخی از فروشگاه‌ها، برخی از مشاغل دارای قرنطینه قرار می‌گیرن، یه همچون چیزی اصلاً وجود نداره و نه امروز قرنطینه است، نه در ایام عید نوروز قرنطینه است. مسئله‌ای که در جلسه شورای شهر تهران هم مطرح شد. پیروز هنوچی شهردار تهران میگوید در شرایط عادی اقتصادی شاید امکان قرنطینه بود، اما در حال حاضر امکان اجرای پلن‌های بعدی قرنطینه مثل تامین مایحتاج و جبران خسارت وجود ندارد. شیوع کرونا بر اقتصاد ایران هم مثل اقتصاد جهان تأثیر گذاشته. حالا دولت میگوید مردم می توانند پرداخت هزینه آب، برق، گاز و عوارض شهرداری در 3 ماه آینده را به تعویق بیاندازند. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه: به هر یک از اینها از 200,000 تا 600,000 تومان در 4 مرحله به صورت بلاعوض، به صورت یک بسته حمایتی ویژه که ناشی از شرایط ویژه کرونا هست پرداخت بکنیم. صاحبان چک‌های برگشتی هم با کمک بانک‌ها فرصت بیشتری خواهند داشت. اما خبرگزاری ایسنا گزارش داده که بعضی از بانک‌ها اقساط وام‌ها یا چک‌ها را از حساب اشخاص برداشت کرده و از تصمیم جدید در این باره خبر نداشتند.
اما هستند مسئولانی که خود منتقد نحوه مقابله حکومت با شیوع کرونا هستند، مثل علیرضا زالی، فرمانده مدیریت مقابله با کرونا در استان تهران. زمان قابل توجهی رو ما با تعارفات معمول در مدیریت در واقع مداخله مون انجام دادیم. به نظر میرسه که هیچ وحدت رویه‌ای واقعا به صورت راهبردی وجود نداشت، که بالاخره ما با تجربه و کسب تجربه از کشورهایی که در خط اول توفیقات فراوانی داشتن ما حداقل از اونها اقتباس بکنیم. بر اساس تازه ترین آمار وزارت بهداشت، 13,938 نفر تا به حال در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. 724 نفر جان باختند و 4,590 نفر هم بهبود پیدا کردند. منابع بیمارستانی و بعضی از نمایندگان مجلس اما میگویند آمار واقعی قربانیان بسیار بیشتر از این است. حالا استان کردستان به مرحله افزایش شیوع ویروس کرونا نزدیک شده. معاون دانشگاه علوم پزشکی این استان گفته در هفته‌های آینده افراد زیادی در کردستان به این ویروس مبتلا خواهند شد. همزمان با شیوع کرونا در ایران و نبود اطلاع رسانی درست، هر روز به تعداد افرادی که به خاطر ترس از ابتلا به کرونا به مصرف الکل صنعتی پناه می‌برند، افزایش پیدا می‌کند. خوزستان بیشترین موارد مسمومیت با الکل را دارد. دست کم 612 نفر مسموم شده و 49 نفر در این استان جان خود را از دست دادند. استان فارس در مقام دوم است. دست کم 264 نفر مسموم شده و 31 نفر جان باختند و در اردبیل حداقل 100 نفر مسموم شده و 13 نفر جان باختند. کردستان هم در مقام چهارم است با حداقل 18 مورد مسمومیت و 6 فوتی. 25 اسفند 98 است. یکی از خیابان‌های تبریز توانیر ودیعه است. بسیار از مردم برای خرید مایحتاج روزانه چاره جز خرید از فروشگاه ها ندارند. خرید آنلاین برای همه امکان پذیر نیست. این روزها همه مقام های دولتی و بهداشتی به مردم توصیه می کنند در خانه بمانند. اما آنطور که رئیس جمهوری گفته، نه ساعت کار کم شده، نه ادارات تعطیل شده و نه کارگران روزمزد و قشرهای کم درآمد می توانند سر کار خود حاضر نشوند. از دست دادن یک روز کاری برای بعضی از مردم گران تمام می شود. اما هنوز هم هستند کسانی در بیمارستان‌های مثل اینجا دسپول که به رغم همه سختی‌ها روحیه خوبی دارند و به دیگران روحیه می‌دهند. همکارم فرینه آسمی گزارش می‌داد با هادی کهالزاده صحبت بکنیم، اقتصاددان. آقای کهالزاده، این سیاست حمایتی که دولت اعلام کرده تا چه حد میتونه مشکلات اقتصادی مردم رو در روزهای اخیر برطرف کنه؟ ببینید، اگه ما بخوایم به این پرسش پاسخ بدیم، باید یه تصویر نسبی از وضعیت هزینه‌هایی که تحمیل شده به خانواده‌ها داشته باشیم. تقریبا 1 میلیون بنگاه کوچیک زیان دیدن و میبینن در این ایام. ما سال گذشته از مجموع حدود مثلا در نوروز حدود 5 میلیون سفر داشتیم که اینها شب یا هتل گرفتن یا در یک جای اقامت داشتن. حدود 1 میلیون مسافر خارجی در یک سال گذشته به ایران اومدن و نزدیک 20% نیروی کار ایران تحت تاثیر قرار گرفته. ما نزدیک 2.5 میلیون راننده اسنپ داریم بر اساس گفته مقامات. بخش خدمات ایران که تقریبا 50% اقتصاد ایران هست آسیب جدی دیده و یه بخش قابل توجهی احتمالاً نزدیک 15 میلیون خانوار ایرانی از فقیر و بخش آسیب پذیر و بخش طبقه متوسط اینا به شدت زیان دیدن. من فکر میکنم که اگر دولت نتونه بین 15 تا 45 هزار میلیارد تومان، یعنی بخشی از زیان دست رفتی 15 میلیون خانوار ایرانی رو تامین نکنه و بخشی از زیانی که بنگاه‌های کوچک دیدن مشوقایی به اونا داده بشه و یا هزینه‌هایی که اونا دارن رو دولت برای گرفتنش به تأخیر نندازه، این یک شوک بسیار بسیار بزرگ اقتصادی به خانواده‌ها خواهد بود و اثر سیاست اقتصادی تحریم رو به شدت تشدید خواهد کرد. بله آقای کهالزاده، آسیب اقتصاد کرونا به اقتصاد ایران به هر حال به موازات آسیبی هست که به اقتصاد در سایر نقاط جهان داره وارد میشه. تفاوتی شما میبینید؟ ببینید، بروکینز یک مطالعه اولیه داشته اخیراً گفته بین 2.3 میلیارد تا 10 هزار میلیارد دلار هزینه کرونا است برآورد اولیه‌اش.
ما به توان اقتصادی کشور به اندازه این نیستش که بتونه اگر 2-3% رشد اقتصادش از دست میده بتونه جبران کنه. دولت در خوشبینانه ترین حالتی که بودجه داره میگه 20% کسی بودجه خواهد داشت، ما میدونیم که تقریبا غیر ممکن هستش که این برآوردهایی که داشته در مورد فروش نفت، فروش خدمات، به عرضم بزرگ شما بحث اوراق قرضه و اینا رو بتون تامین بکنه. پس از کجا این منابعی که به هر حال دارن وعده و وعیدش میدن از کجا قرار جبران بشه؟ به هر حال من فکر میکنم که یک اتفاقی افتاده که تو 120 سال گذشته بی سابقه است و تمام دستگاه‌ها مثل آستان قدس رضوی، مثل نهادهایی که متعلق به دولت نیستن و منابع ریالی دارن، مثل فرمان اجرایی امام، همه اینا باید منابعشون رو بیارن و به دولت کمک کنن. دولت اگه بخواد مثلا به این 1 میلیون بنگاه نفر 10 میلیون وام بده، یک چیزی حدود فکر کنم 10,000 میلیارد تومان نیاز داره. اگه بخواد یه پرداخت انتقالی به خانواده ها داشته باشه بین 15-45,000 میلیارد تومان بایستی به اینها، و یادمون نره که بودجه ما هم 400 هزار میلیارد تومانه، حدود 200 هزار میلیارد تومان کسریه. به هر حال احتمالا مجبور خواهد شد پول چاپ بکنه و به نظرم اشکالی نداره، یعنی اینقدر این اثر روی خانوارها فشار میاره که اگه دولت پول چاپ بکنه، ولی این از توان دولت خارجه و مجموعه هایی که خارج از دولت منابعی دارن، دپوی دلاری دارن یا منابع ریالی دارن، بعد اونا رو آزاد بکنه. حتی عرض میکنم موقوفات و مجموعه مثل آستان قدس رضوی باید منابعشون رو بیارن، چون ما صرفاً اصلا بر بهترین سناریوهایی که پیش بینی میشه، خدای نکرده بحث 125 تا 250 هزار کشته است، و اگر اقدام جدی و عاجلی نشه ما با یک فاجعه انسانی بزرگ در ایران روبرو هستیم و تحریما همون کاری رو میکنه که در عراق 500 هزار کودک عراقی رو جانش رو گرفت، و این بسیار بسیار جدی است و باید همون رو جدی بگیرن. سپاسگزارم آقای کرم‌زاده، صحبت‌های شما رو بگذاریم. در کنار پایین اومدن قیمت نفت هم میشه تصور کرد که منابع مالی ایران به حال محدود و محدودتر میشه. بسیار سپاسگزارم. با هادی کرم‌زاده صحبت میکردیم. میخواستم از همه شما شنوندگان عزیز هم دعوت بکنم که با ما همراه باشید، اظهار نظر بفرمایید. بی بی سی شما شناسه ماست در تلگرام و bbcpersian.com وبسایت ما، bbc.co.uk هم آدرس ایمیل ماست. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به bbc شما bamdadi@bbc.co.uk 2044-370-412-22-22. از ایران تا کشورهای مختلف اروپا و اخیراً در آمریکا بحث قرنطینه داغ است. شیوه های مختلف جداسازی و جلوگیری از اجتماعهایی که میتواند باعث انتقال سریع ویروس کرونا شود اصلی ترین راه مقابله با این ویروس است. در ایتالیا که تعداد مرگ بر اثر کرونا بیش از 1800 مورد ثبت شده، قرنطینه کامل در نظر گرفته شده، در حالی که در ایران همونطور که شنیدید آقای روحانی گفته که سیاست های جداسازی کلان یا قرنطینه در شهرها اجرا نمیشه، و در بریتانیا دولت برای آنچه منتقد دانش کوتاهی در قرنطینه خوانده مورد انتقاد است. با این همه بسیاری در ایران خانه نشین شدن. رسمای هر ساله، سفره‌های نوروزی، سفرهای نوروزی به نظر میرسه که مختل شده، خرید شب عید کمتر شده، بازار اقلام دستخوش تلاطمه و آینده به چشم بسیاری نامعلوم. حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن با ماست درباره امکان برقراری قرنطینه و تأثیر اون در جوامع مختلف صحبت بکنیم. آقای قاضیان، قبل از هر چیزی مطمئن هستم شما هم آوازخوانی خبرساز مردم ایتالیا از پشت پنجره ها رو دنبال کردید. دیشب در شهرک اکباتان تهران هم چنین شده. از این هماوایی غریبه های همدرد، همسایه هایی که شاید اصلا همدیگر رو نشناسن، ندیده بودن، میتونیم این رو نتیجه بگیریم که این مصیبت جمعی باعث نزدیکی اجتماعی شده؟ بله، میشه چنین نتیجه گرفت، اما نتیجه گیری موقت. یعنی در این حال که این واقعه ممکنه در این بحبوحه غم و ناراحتی و نومیدی برای ما خوشایند باشه، اما این حقیقت تلخ هم پشتش نهفته است که این نزدیکی غریبه های همدرد به قول شما تا حد زیاد موقت. شما در نظر بگیرید که در وهله اول این
یک پدیده تقلیدی است. یعنی در یه جای دیگه اتفاق افتاده، مثلا در ایتالیا مردم ایران هم اون رو اجرا کردن، چون با درد نسبتا مشابهی و در یک ارنجمنت یا یک ترتیبات مشخصی مثلا لازم معماری شهری این امکان پذیر بوده و رخ داده مثلا در شهر کلکوتا. ولی اینو مقایسه کنید مثلا با رقصی که پرستارا و کادر درمانی داشتن، اون یه چیز خودجوش بود که از درون تجربه‌ای که اونها خودشون انجام میدادن بیرون اومد، در حالی که این یه الگو برداری است از تجربه دیگران در یک موقعیت دیگه و به همین دلیل هم احتمالاً تداومی پیدا نمیکنه. و از طرف دیگه باید بدونیم که ما در یک موقعیت مشترک موقت قرار گرفتیم. به محض اینکه این موقعیت مشترک موقت، حالا هر مقدار طول بکشه تمام بشه، این نزدیکی‌ها هم که الان به نظر میرسه از بین خواهد رفت. یعنی پشت این واقعی خوشایند به اصطلاح موقت یک واقعیت تلخی هست که در این قحطی نومیدی و شادی باید متاسفانه بهش اعتراف کرد. داشتم نگاه میکردم کاربران شبکه‌های اجتماعی مرتب نوشته بودن در شرایطی که به هر حال بسیاری خونه نشین هستن و نیاز دارن سرگرم بشن، رادیو تلویزیون حکومتی در ایران مشغول پخش همون برنامه‌های همیشگی دعا مناجات هستش که خب به نظر بسیاری نمیتونه کمک بکنه از نظر روحیه شاید به مردم. آیا از نظر اجتماعی آقای قاضیان قرنطینه در هر جامعه‌ای میتونه موثر باشه؟ به عبارت دیگه آیا امکان ایجاد یک سیاست مؤثر جداسازی گروه‌ها در جوامع مختلف مثلا جامعه ایران وجود داره؟ ببین خب سازمان بهداشت جهانی هم قرنطینه رو فقط به عنوان یکی از عوامل موفقیت برنامه‌های کنترل بحران در نظر میگیره. یعنی مجموعه یه بسته از اقدامات داره که قرنطینه یکیشه. جمع نشدن مردم در یه جاهایی، کم کردن سفر و اقدامات بهداشتی دیگه همراه با تست کردن مرتب و وسیع. این چیزهاییست که سازمان بهداشت جهانی توصیه میکنه. ولی همون قرنطینه هم اگر بخواد اجرا بشه به چند عامل نیاز داره. اول اینکه یک اراده سیاسی باشه برای اینکه اون اجرا بکنه و توان اجرایی برای اینکه اون اراده سیاسی رو محقق بکنه، مثلا چین یا ایتالیا در این اواخر. به علاوه در کنار اون شما باید منابع مادی کافی هم داشته باشید برای پشتیبانی از این برنامه، برای مردمی که بیکار میشن، کار روزمرهشون از دست میدن، حقوق ندارن، به صورت روزانه زندگی میکنن. همه اینها باید جبران بشه تا موفق بشه چنین برنامه. بنابراین دولت نیاز به منابعی داره که دولت ما همین منابع را اندک داره. تحریم ها هم این وضعیت رو تشدید کرده، بنابراین در موقعیتی است که شاید این علاوه اجرایی مشکل باشه، علاوه بر این که توان سازماندهی برای اجرا هم پایینه. گذشته از این عامل دیگه هم این است که مردم باید از فرامین حکومت تا حد زیادی پیروی کنن. وقتی مردمی نخوان یا تن ندن به این ماجرا، اقدامات قرنطینه‌سازی شدید نیازمند قوه قهریه است و خود اون ممکنه بحران جدید ایجاد کنه. بنابراین باید این عوامل در کنار هم در یک جامعه باشن تا اون جامعه موفق باشه که سیاست قرنطینه رو اجرا بکنه. سپاسگزارم حسین قاضیان جامعه شناس با ما گفتگو میکردن از واشنگتن دی سی. اما اجازه بدید به تهران بریم، جایی که در این آخرین روزهای سال روزنامه ها دارن آخرین شمارهای خودشون رو منتشر میکنن. بخش اول مرور مطبوعات رو بشنویم با فرشته قاضی. بررسی روزنامه های امروز تهران رو در بخش اول شروع میکنیم با نشسته در کاخ از وطن امروز، بنبست قرنطینه از آفتاب یزد و عزم مقابله با کرونا هنوز مثل چین جدی نشده از ستاره صبح. شروع بکنیم از کنایه‌ای که روزنامه وطن امروز به حسن روحانی زده، نشسته در کاخ. همینطوره، در واقع میان تیتر قرنطینه فقط برای روحانی رو هم انتخاب کرده و نوشته که فاصله چند متری روحانی با رئیس دفتر و سایر اعضای حاضر در جلسه دیروز که تصویرش منتشر شده، در حالی که رئیس جمهور کماکان بر مخالفت خود و دولت با قرنطینه تاکید میکنه و از این جهت مشخص نیست روحانی که خود را عملا قرنطینه کرده چرا با قرنطینه شهرها مخالفه. فارغ از اینکه قرنطینه شهرها و مراکز خرید تا چه میزان بر کنترل ویروس کرونا مؤثر خواهد بود، انتظار میره رئیس جمهور خود از نسخه‌ای که برای سایر مردم میپیچه پیروی بکنه. بریم سراغ روزنامه آفتاب یزد و بنبست قرنطینه عنوان مطلب آفتاب یزد. اشاره کرده به سخنان حسن روحانی که گفته قرنطینه نداریم و روال عادی ادامه خواهد داشت و همچنین شهردار تهران که گفته توان تأمین مایحتاج در دوره قرنطینه به دلیل تحریم‌ها نیست.
روزنامه آفتابی از نوشته واکنش‌های انفعالی دولت در حالی که این روزها در پایتخت چند میلیونی شرایط خاص خیلی رعایت نمیشه و این روند میتونه به ادامه دار بودن کرونا و شیوع تصاعدی اون بی انجامه. این روزنامه در ادامه نوشته اگرچه بدون تردید تحریم ها به ویژه در حوزه نفت و تبادلات بانک بخش بسیار مهمی از درآمدهای کشور را هدف قرار داده و اقتصاد در وضعیت عادی نیست، اما بارها مشاهده شده برای مواردی کمتر غیر ضروری همچون کمک به صدا مبالغ میلیون دلاری به عنوان منبع ذخیره برای روزهای مبادای کشور استفاده شده. در وضعیت فعلی هم برای مسئله همچون قرنطینه آیا نمیشد از این ظرفیت استفاده کرد؟ به نوشته آفتابی از موضوع وقتی اهمیت پیدا میکنه که بدونیم شیوع گسترده کرونا خود میتونه تبعات اقتصادی بسیار بیشتری داشته باشه. و بریم سراغ روزنامه ستاری صبح. عزم مقابله با کرونا هنوز مثل چین جدی نشده. همونطور که تو این مطلبی که خوندیم مشخصه، روزنامه‌های امروز واکنش گسترده‌ای داشتن به سخنان حسن روحانی مبنی بر اینکه نیازی به قرنطینه نیست. سرمقاله روزنامه ستاره صبح هم به نوعی به همین موضوع پرداخته و نعمت احمدی از نبود مرجعی مناسب و مورد اعتماد مردم برای اعلام اخبار، آمار و آموزش‌های صحیح انتقاد کرده و نوشته که مردم به آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت اعتماد نمی‌کنند، زیرا اعتماد عمومی به دلیل وقایع آبان و دی زیر سوال رفته. استاندار خوزستان هم میگه که مردم گمان می‌کنند گویا موجب مرگ گرما هست و در واقع موجب مرگ ویروس کرونا گرماست و به این استان سفر میکنند. استانداران وقتی میخوان قرنطینه برگزار کنن رئیس جمهور مانع میشه، میگه قرنطینه باید از مرکز اعلام بشه. ستاد و کمیته مربوطه یک روز با رئیس جمهور و روز دیگه با ریاست وزیر بهداشتی، روزم به ریاست نیروهای مسلح برگزار میشه و هنوز مرکزیت منسجم و متمرکزی شکل نگرفته و طبیعیه که در چنین شرایطی آمار ایران در واقع در نسبت به مبتلایان و فوتی ها افزایش پیدا بکنه. دیرتر باز هم به فرشته قاضی باز خواهیم گشت. شنوندگان عزیز صبح همه شما بخیر. در این نیمه راه اجازه بدید نگاهی بندازم به سرخط چند خبر. مقامات رسمی ایتالیا و اسپانیا از افزایش شدید مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در روزهای شنبه و یک شنبه خبر دادند. در ایتالیا تنها ظرف 24 ساعت 368 نفر جان خود را از دست دادند. در ایران هم دولت میگوید به اقشار کم درآمد و کسانی که به دلیل شیوع ویروس کرونا ضرر کردند کمک مالی بلاعوض خواهد کرد. بر اساس آخرین آمار رسمی وزارت بهداشت، تعداد مبتلایان به کووید 19 در ایران به 13938 نفر و 724 نفر هم جان باخته رسیده. و در این 26مین روز از اسفند در آستانه بهار به شما بگم که لندن قرار هست امروز و چند روز دیگر آفتابی باشد و حالا که با شما صحبت میکنم دمای هوا 5 درجه است. البته یادتون باشه حالا نخستین ساعت بامداد هست، اما امروز حداکثر دما به 14 درجه میرسه، نسبتا گرم. تهران 12 و نیمه ابری و بارانی، حتی تبریز 8، مشهد 13، رشت 10، کرمان 9، عراق 3 درجه، بندر عباس 22، کابل 9، مزار شریف 17 و دوشنبه 12 درجه است بالای صفر. باید برای مدتی اسم این شهرها رو بشنویم، بهشون سفر نکنیم، در خیالمون باش به این شهرها سفر بکنیم یا حتی با شنیدن موسیقیشون به این شهرها سفری مجازی داشته باشیم. سفر مجازی ما دست کم به دوسوی آمو امروز در برنامه دوسوی آمو خواهد بود با پخش ترانه هایی از افغانستان و تاجیکستان. این برنامه فارسی بی بی سی است که از لندن پخش می شود. به نیمه دوم چشمانداز بامدادی بی بی سی از لندن خوش آمدید. من علی همدانی هستم. وزارت بهداشت صحت افغانستان اعلام کرده که با ثبت 5 مورد مثبت تازه دیگر از ویروس کرونا، واقعات مثبت این بیماری به 16 رسیده. با این همه بسیاری از جمله برخی نمایندگان پارلمان میگویند این آمار با واقعیت منطبق نیست. سجاد محمدی از کابل گزارش میدهد. تا هنوز در 5 ولایت افغانستان، هرات، سمنگان، بلخ، کاپیسا و دایکندی آمار مثبت کرونا به ثبت رسیده است. به گفته فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، با ثبت 5 مورد تازه شمار واقعات مثبت کرونا به 16 مورد رسیده است.
او میگوید بازگشت مهاجرین افغان از ایران منشأ انتقال ویروس کرونا به افغانستان است. تا فعلا 16 واقعه است در سرتاسر افغانستان، 11 واقعه در هرات است، 3 واقعه در ولایت سمنگان است، 1 واقعه در بلخ است و 1 واقعه در ولایت کاپیسا است. مجلس نمایندگان افغانستان نیز نشست فوق‌العاده را با حضور وزیران صحت عامه، امور مهاجرین، وزیر دولت در امور حوادث طبیعی و سرپرستان وزارت‌های خارجه، سرحدات و امور داخله برگزار کرد. وزیر صاحبایی که دعوت شدیم به خانه ملت وضاحت می‌کنند به ارتباط مرض کرونا. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان گفت که بازگشت مهاجرین افغان از ایران به دلیل ترس از شیوع کرونا در روزهای اخیر افزایش کم پیشینه‌ای داشته است. او در پاسخ به انتقادهای برخی نمایندگان نسبت به خطر انتقال ویروس کرونا با بازگشت مهاجرین افغان از ایران گفت که مسدود ساختن مرز در برابر شهروندان افغان برخلاف قانون اساسی است. وزیر مهاجرین آمار بازگشت کنندگان افغان از ایران و همچنان تعداد شهروندان افغان که در ایران جان باختن را این گونه اعلام کرد. در مجموع میشه گفت که روزانه چیزی در حدود 14 تا 15 هزار نفر از ایران وارد کشور ما میشه. در ایران اون چی که ما به دست آوردیم، ما تا کنون کسایی را که تانستیم تشخیص بدیم مشخصا حدود 10 نفر در اثر بیماری کرونا در ایران فوت کردند و تعداد کسایی که مبتلا هستند و مصاب هستند نمیفهم چی تعداد هست. در همین حال سرپرست وزارت سرحدات، اقوام و قبایل در این مجلس هشدار داد که 80% مهاجرین عودت کننده از طریق هرات به دیگر ولایات سفر می کنند و این کار خطر گسترش کرونا را در سراسر افغانستان افزایش می دهد. با این حال برخی نمایندگان نسبت به آمار داده شده از سوی وزارت صحت عامه درباره افراد مبتلا به کرونا ابراز شک می کنند. حبیب الرحمن پدرام نماینده هرات در مجلس نمایندگان: چگونه ممکن است که بین ده ها هزار نفری که از ایرانی که مرکز تصدیر ویروس کرونا در سطح منطقه شده، فقط و فقط تا امروز 16 نفر مصاب به کرونا شده باشند؟ این یک پرسش بسیار اساسیه. مگر ما از نظر ژنتیکی با انسانهای کره خاکی فرق داریم؟ مگر ما از دیگه جا آمدیم که مصاب نمیشیم و تمام دنیا را غرق این مصیبت کرده این کرونا؟ اما وزیر صحت عامه با رد پنهانکاری در اعلام افراد مبتلا به کرونا این پرسش را مطرح کرد که در این صورت آیا مردم سر و صداها درباره مرگ افراد مصاب به کرونا را نمی‌شنیدند؟ او از آمادگی جدی حکومت برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا خبر داد. به گفته او امکان آزمایش 50,000 نمونه بیماری کرونا در لابراتوارهای افغانستان وجود دارد. مقام ها می گویند برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا 15 میلیون دلار از سوی دولت افغانستان قبلا فراهم شده و 10 میلیون دلار دیگر در صورت شیوع بیشتر این بیماری آماده در اختیار دارند. همچنان سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان نیز می گوید که به تازگی وزارت مالیه با بانک جهانی پروژه را امضا کرده تا 10 میلیون دلار از سوی این بانک به افغانستان کمک شود. هارون چخانسوری سرپرست وزارت خارجه در این نشست گفت که صدور ویزا به اتباع خارجی از سوی حکومت افغانستان بسیار محدود شده و همچنان تمامی سفرها و نشستهای خارجی مقامهای دولتی ملغا شده است. سایکو وکی صاحبای محترم، همی شما وکیلای ملت هستی، همی قال مقال چی است؟ هرچند در نشست امروز مجلس، رئیس ولسی جرگه خواهان یک ماه تعطیلی مجلس به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا شد، اما تعداد از نمایندگان با این تصمیم مخالفت کردند. سجاد محمدی، بی بی سی، کابل. سجاد محمدی از کابل گزارش میداد. سلام ویژه‌ای من به همه شما شنوندگان این برنامه از طریق امواج کوتاه و متوسط رادیویی. هر جا که هستید، سر میز صبحانه یا در حال رانندگی، می توانید چشمانداز بامدادی بی بی سی را از طریق رادیو هم بشنوید. صدای ما را می توانید از ساعت 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران از موج متوسط 1413 کیلوهرتز دریافت کنید. از ساعت 7 تا 8 صبح تهران این برنامه بر روی امواج کوتاه 41 و 49 متر
برابر با 7485، 6095 و 6010 کیلوهرتز نیز پخش می شود. از ساعت 8 تا 9 صبح تهران صدای ما را می توانید بر روی امواج کوتاه 22، 25 و 31 متر برابر با 13750، 11905 و 9440 کیلوهرتز بشنوید. روزتان را با چشم‌انداز بامدادی بی بی سی آغاز کنید. سپاسگزارم که روزتون را با چشم‌انداز بامدادی بی بی سی از لندن آغاز می‌کنید. اجازه بدید بریم به تهران، مرور کنیم روزنامه‌های تهران را با فرشته خاصی. بررسی روزنامه‌های تهران را در بخش دوم ادامه می‌دیم، امروز با کودتای کرونایی یا جنگ بیولوژیک از جهان صنعت، کرونا، شهرهای شلوغ و فراموش شدگان از خراسان و در نهایت هم اندکی هم مردم را بترسانید لطفاً از همدلی. آغاز بکنیم با روزنامه جهان صنعت و کودتای کرونایی یا جنگ بیولوژیک، از اون بحثایی که این روزها در ایران بسیار داغه. همینطور صلاح الدین حرسنی در این روزنامه نوشته که به همان میزانی که همه‌گیری کرونا جنگ بیولوژیک نیست و در بطن خود عناصر و لایه‌هایی از توطئه به همراه داره، ورود نظامیان در شکست ویروس کرونا و تلاش برای قطع زنجیره انتقال این بیماری رو هم نباید کودتای کرونایی در واقع از سوی نظامیان و ارتشیان دانست. به عبارت دیگه ورود به عرصه ای چون نبرد با کرونا و شکست، نه کودتای بهداشتی و نه درمانی و نه جنگ بیولوژیک، این و این فقط آشیه که چین اون رو پخته و همه‌گیری و شروعش ناشی از بی‌توجهی آسمان‌های ایران به هشدارهای برخی مقامات در پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به چین بوده. بریم سراغ روزنامه خراسان و مطلبی زیر عنوان کرونا، شهرهای شلوغ و فراموش شدگان. صادق غفوریان در سرمقاله این روزنامه معتقده که خلوتسازی شهرها و حذف رفت و آمدها در وضعیت کنونی که تنها راه قطع زنجیره ابتلا به این بیماری هست، در گروه دو الزام اساسیه که هر لحظه تأخیر در اقدام و تدبیر عملی برای اون ما رو با دامنه وسیع‌تری از شیوع ویروس کرونا روبرو می‌کنه. این دو موردی که آقای غفوریان برشمرده، افزایش دایره حمایت‌ها از مشاغل دارای ثبت و صنف و تعیین مصادیق و تسری در اعلام تقویم و همچنین دریافت نوع حمایت که می‌تونه شامل دریافت تسهیلات، بخشودگی عوارض و مالیات، تخفیفات ویژه مصارف انرژی و همچون مسائلی باشه و در کنار اینها پایان دادن به ابهامات، تصمیم‌ها و دوگانگی‌های اطلاع رسانی از سوی مسئولین. و مطلب آخر امروز صبح خانم قاضی از روزنامه همدلی، اندکی هم مردم را بترسانید لطفاً. روزنامه همدلی از تاکتیک مسئولان جمهوری اسلامی در مقابله با ویروس کرونا انتقاد کرده و معتقده که برخورد حماسی، بی‌اعتنایی عمدی و تحقیر اون چیزهایی که رفتار کنونی مسئولین با کرونا رو شبیه به رفتار با یک دشمن هوشمند کرده. در زمان جنگ ترس از دشمن اگر موجود هم باشه باید نادیده گرفته بشه یا تکذیب بشه، اما واقعا مقابله با کرونا این گونه نیست. حتی اگر بخش مهمی از این روند رو نیروهای مسلح بر عهده گرفته باشن و بخشی از فضا جنگی شده باشه، در این مقابله ترس مردم و لزوم عقب نشینی باید عنصری برای روند مقابله ارزیابی بشه. از رهگذر این ترسه که میشه خیابون‌ها رو خلوت کرد، بار ترافیک بیمارستان‌ها رو کمتر و در نهایت فضا رو برای انجام عملیات اصلی مقابله کرد، نه برخورد حماسی و بی‌اعتنایی یا تحقیر. سپاسگزارم. از فرشته قاضی فردا هم با او همراه خواهیم شد، اما اجازه بدید چند تا از پیام‌هایی که شما برام فرستادید و براتون دستچین کردم بخونم. محمد نوشته: اتفاق دیشب در شهرک اکباتان مصداق این شعر از فریدون مشیری بود که گر بکوبی شیشه غم را به سنگ، گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، محمد جان هفت رنگش می شود هفتاد رنگ. لیلا نوشته: بزن و بکوب دیشب در شهرک اکباتان نشان داد که امید هنوز نمرده. متین از واشنگتن نوشته: امروز برای خرید رفته بودم به خیابان‌ها، خیلی هم شلوغ بود، دلیل از یک نفر که ماسک یا دستکش زده باشه، انگار خبر کرونا هنوز به اینجا در شهر واشنگتن نرسیده. بسیار سپاسگزارم از همه شما. تعداد تصاویری که دریافت کردیم از اتفاق دیشب یا همون به قول لیلا بزن و بکوب در شهرک اکباتان بسیار بسیار زیاد بوده. مطمئن هستم در طول روز همکاران من در تلویزیون فارسی بی بی سی هم از اونها استفاده خواهند کرد و شما رو در جریان آخرین خبرهای مرتبط قرار خواهند داد. به یاد داشته باشید همیشه در طول 24 ساعت شبانه روز میتونید از طریق تلفن هم با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر ما 2044 370 412 22 22. ایمیل ما بامدادی@
bbc.co.uk و شناسه ما در تلگرام BBC شماست. وبسایت ما bbcpersian.com. بریم سراغ خبرهای ورزشی. علی آخوندان و خبرهای ورزشی امروز. دیروز خبر اومد که مشعل المپیک 2020 توکیو که قرار بود از سوی مسئولان یونانی به ژاپنی‌ها تحویل بده، مراسم در واقع دست به دست شدنش پشت درهای بسته و بدون حضور تماشاگران برگزار میشه. این مشعل در منطقه المپیای یونان روشن شده بود که اونم بدون حضور تماشاگران بود. در یونانی که 228 مورد ابتلا به کرونا درش گزارش شده و 3 مورد هم مرگ. خبر دیگه دیروز این بودش که 5 بازیکن و کادر فنی باشگاه والنسیا که گفته شده به کرونا مبتلا هستن، باشگاه خبر داد که وضعیتشون خوبه. خوب اسکلگارای بازیکن آرژانتینی والنسیا اولین کسی بود در لالیگا که معلوم شد که تست کروناش مثبت هست. لالیگا یا لیگ فوتبال اسپانیا از پنجشنبه گذشت پس از اینکه رئال مادرید به طور کامل در قرنطینه رفتیمش به تعویق افتاد. اما پل پوگبا بازیکن منچستر یونایتد یک در واقع صفحه درست کرد و خواسته از مردم که کمک کنن برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا و گفته که اگر به هدف این صفحش که 27,000 پوند هست برسه، خودش هم همین مبلغ رو روی اون میذاره و کمک میکنه به کرونا. وین رونی برترین گلزن تاریخ فوتبال تیم ملی انگلیس انتقاد کرد و از دولت و مسئولان رو گفتش که اونها با فوتبالیست رفتارش مثل رفتار یک جور رفتار کردن که انگار اونها خوکچه هندی هستن. اما نشریه ساندی تلگراف دیروز مدعی شد که یوفا مشغول بررسی در مورد اینه که زمان یورو 2020 رو از تابستون به ماه دسامبر انتقال بده تا لیگای اروپایی زمان کافی برای اتمام بازی خودشون داشته باشن و بتونن این کار رو انجام بدن. یه خبر غیر فوتبال اینه که فراری، کارخونه فراری که تیمم در فرموله یک داره، کلیه فعالیت های کارخونه خودش رو به تعویق در آورد و به خاطر اونم ویروس کرونا به مدت 2 هفته. خب ایتالیا بدترین وضع در میان کشورهای اروپایی درجه شیوع این ویروس و بعد هم که اسپانیا هست. بریم سراغ باشگاه پرسپولیس و غرامتی که باید بپردازه. امروز هم مثل دیروز به نظر میرسه که باید از وضعیت نابسامان باشگاهداری در ایران بگم. باشگاه در واقع شهرخودرو مدعی شد که پرسپولیس باید به دلیل اینی که پول قرارداد یحیی گل محمدی رو در موعد مقرر نریخته به حساب شهرخود رو، باید 1.5 میلیارد جریمه بده. مسئولان شهرخود رو در گفتگو با رسانه‌های ایران مدعی این قضیه شدن و همچنین گفتن که در این قرارداد اومده که به ازای هر روز تأخیر گذشت از اون 1 میلیون تومان جریمه میشن که این هم باید پرسپولیس این مقدار رو هم اضافه کنه و به باشگاه شهرخود رو این غرامت رو بده، منهای داستانی که با برانکو ایوانکوویچ داره و سایر بازیکن‌های خارجیش. باشگاه پرسپولیس دیروز یک بیانیه هم منتشر کرد جد از مسائل مالی و از مالک باشگاه تراکتور انتقاد کرد، باشگاه آیزونوزی که در یکی از برنامه‌های تلویزیونی گفته بودش که داوران در واقع زمینه‌سازی می‌کنن که پرسپولیس استقلال فقط قهرمان بشن. باشگاه پرسپولیس در بیانیه‌اش نوشت که سعی کنید در فوتبال کمتر صحبت کنید و بیشتر ببینید و بیاموزید که شاید حق هواداران تیمتون که بیش از اینه که در دوره مالکیت شما براشون رقم خورده، اونا به این حق برسن. به یاد داشته باشید که برنامه چشم‌انداز بامدادی بی بی سی، همین برنامه که ملاحظه میکنید اون رو از طریق تلویزیون فارسی بی بی سی یا از طریق فرستنده‌های ماهواره‌ای ما، از طریق امواج رادیویی هم قابل دریافت. این برنامه تا ساعت 8:30 بامداد به وقت تهران از طریق موج متوسط 1413 کیلوهرتز، موج AM 1413 کیلوهرتز، از طریق رادیوی اتومبیل هاتون به ویژه در منطقه خاورمیانه در ایران قابل دریافت. این برنامه در تمام طول 67 تا 9 صبح به وقت تهران از طریق امواج کوتاه رادیویی 21, 25, 31, 41 و 49 متر هم پخش میشه. در ساعت دوم از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت تهران، 9 تا 10 صبح به وقت کابل از طریق فرستنده های FM ما در سراسر افغانستان هم این برنامه قابل دریافته. اما اجازه بدید که سفر موزیکالمون رو به آسیای میانه آغاز بکنیم. سوار بر بال امواج همراه با زیورشا محمد در از دو سوی آمو.
درود، خوش آمدید به برنامه خودتان. از دستوی آمو حالا چند لحظه فارغ از اخبار خسته کننده سیاست و کشاکش با ویروسی کرونا سر بزنید به دنیای ساز و موسیقی. زیورشا محمد هستم که طبق معمول دوشنبه ها از شهر دوشنبه تازه ترین آهنگ های تاجیکستان و افغانستان را برایتان به ارمغان می آورم. عشق صدای فاصله هاست، گاه این فاصله ها تلخ و گاه بسیار شیرین هستند، اما به واقع هر فاصله به نوعی خود حسی غم انگیزی در خود گنجانده است. از فراقت چنین است اسم آهنگ جدیدی که خجسته میرزاوری آوازخوان تاجیک آن را به بازار ارائه کرده است. بعد از سکوت در بیان آنچه که قابل گفتن نیست، هیچ چیز به پای موسیقی نمی رسد. باز اگر این موسیقی مردمی و محلی باشد، تو مرو از آهنگهای محلی و مردمی که مدینه اقنظراوا آوازخوان جوان تاجیک آن را بازخوانی کرده است. Субтитры сделал DimaTorzok.
زنانگی نمیکنم یکی دیگر از آهنگهای زیبا و ماندگاری که در سبک ترانه های محلی و مردمی اجرا شده. سومیه از اونور آمو از افغانستان این آهنگ را به بازار ارائه کرده. سوزن به دست از تمام دلتنگی ها، از اشک ها و شکایت ها که بگذریم، باید اعتراف کنیم وقتی که مادر میخندد خوشبخت هستیم. مادر اسم آهنگ محمد رفیع کرامت الله که حالا میشنوید. مادر گناه زندگی امرا با من ببر، زیرا اگر گناه من این بود است و بود، هرگز نخواستم که تو را سرزنش کنم، اما تو را براستی ازاد دنم چیزو. مادر گناه زندگیم را با من ببر. با آرزوی آن که خداوند زیباترین لحظه ها را نصیب مادران کند، می روم تا دوشنبه دیگر با دوسوی آموی دیگر با شما باشم. اینجا از منزیوشا مجری و تهیه کننده این برنامه، بدرود و خدا نگهدار. مواظب خودتون باشید. در دل مگو که از تو و رنجی تو آگه. بسیار سپاسگزارم از همه شما شنوندگان و بینندگان عزیز. پخش تلویزیونی این برنامه همینجا به پایان میرسه، اما برنامه ما همچنان از طریق فرستنده‌های رادیویی ما ادامه خواهد داشت تا یک ساعت دیگر. علی همدانی هستم به اتفاق مینا جوشوانی تهیه کننده برنامه. روز بسیار خوبی برای همه شما آرزو میکنم. اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی.